بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم حضور شما همراهان گرامی خبرگزاری صدای افغان. با خبرهای امروز با ما همراه باشید. محمد اشرف غنی رئیس جمهور کشور میگوید که با خروج نیروهای خارجی از افغانستان این کشور به انزوا نمی‌رود، بلکه فصلی نو از مناسبات بین المللی را رقم می‌زند. رئیس جمهور غنی اطمینان داد که با خروج نیروهای خارجی قوای هوایی و امنیتی افغانستان تمویل می‌شوند و در تمویل تجهیزاتشان کدام مشکل پیش نخواهد آمد. وی افزود که کمک‌های جامعه جهانی در بخش‌های مختلف دوام خواهد کرد. از سوی دیگر وی خاطر نشان کرد که با خروج نیروهای خارجی تنها تغییری که رونما شده این است که به کشور فرصت داده می شود تا آزادی، مردم سالاری، تعهد به صلح، وحدت ملی، هویت اسلامی و بی‌طرفی بین المللی خود را به گونه واقعی داشته باشد. رئیس جمهور غنی ابراز امیدواری کرد که در همه آسیای مرکزی، ایران و به ویژه در پاکستان این تدبیر بیاید تا آنچه را که در زبان می‌گویند برای ارتباط برقرار کردن با دیگران عملی کنند. حمدالله محب مشاور شورای امنیت ملی کشور میگوید که روند خروج سربازان آمریکایی از افغانستان زودتر از آنچه پیش بینی میشد صورت گرفته و روند خروج را درست نمیداند. وی گفته است ما انتظار نداشتیم که به زودی این اتفاق بیفتد. واقعا انتقال درستی نبود. هرچند که از طریقی به ما کمک میکند، اما از طرف دیگر ما را در معرض خطر قرار میدهد. به هر صورت ما مجبوریم که هرچه زودتر از رهگذر امنیتی به پای خود ایستاده شویم. خطر این وجود دارد که طالبان این را فرصتی برای حمله بر ما ببینند و فکر به دست آوردن چند ولایت را کنند. وزارت دفاع آمریکا اعلام کرده که 650 سرباز جدید به افغانستان اعزام خواهد کرد تا در زمان خروج نیروهای خارجی از آنان محافظت کنند. منابع رسمی در وزارت دفاع آمریکا به شبکه خبری CNN گفتند که لوید آستین وزیر دفاع با اعزام این سربازان موافقت کرده است. قرار است که خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان از اول ماه می، یعنی تا 4 روز دیگر آغاز و تا 11 سپتامبر امسال نیز تکمیل شود. حسینی مزاری میگوید که مهاجرین در ایران از زندگی شرافتمندانه‌ای برخوردارند که نه در افغانستان، بلکه حتی در کشورهای مدرن و پیشرفته نیز برخوردار نمی‌باشند. حجت الاسلام والمسلمین سید عیسی حسینی مزاری، رئیس عمومی مرکز تبیان، در دیدار با بنیانگذار و رئیس مؤسسه رفاه اجتماعی زنان افغان گفت ایران ظرفیت‌های بالایی در عرصه فرهنگی، آموزشی و رسانه‌ای دارد که اگر دولت و به ویژه نخبگان حقیقی و حقوقی افغانستان تلاش برای بهره برداری آن به نفع مردم و کشور ما کنند، گام‌های بلندی در راستای توسعه و ثبات کشور برخواهیم داشت. وی خاطر نشان کرد اگرچه آمریکایی‌ها مانع اصلی و بزرگ نزدیک شدن افغانستان به ایران و بهره برداری از موهبت‌های موجود در این کشورند، اما بر مردم افغانستان است تا بر اساس منافع اسلامی و ملی خود اقداماتی روی دست بگیرند و با همسایه‌ای چون ایران تعامل نیک برقرار نمایند. وی همچنین گفت مهاجرین هموطن اگرچه ممکن است با مشکلات مختلفی در ایران مواجه باشند و قطعاً با تلاش و پیگیری قابل حل و یا حداقل کاهش است، اما زندگی در ایران چند ویژگی دارد که ممکن است نه در افغانستان بلکه حتی در پیشرفته ترین کشورهای دنیا وجود نداشته باشد. آقای مزاری با برشمردن ویژگی‌های متعدد ایران یادآور شد اصولاً ایران یک دانشگاه بزرگ است که اگر هموطنان ما بخواهند می‌توانند چیزهای زیادی بیاموزند و برای بهتر و عالی‌تر شدن زندگیشان چه در ایران و حتی افغانستان به کار بگیرند. در این دیدار همچنین آقای شکیب ضمن ابراز مسرت از حضور در دفتر مرکز تبیان در تهران، از سابقه و گستره فعالیت مؤسسه رفاه اجتماعی زنان افغان به ویژه در زمینه تحصیلات عالی جوانان یاد و بر استفاده از ظرفیت‌های علمی و آموزشی ایران تأکید کرد. آقای شکیب خواهان همکاری متقابل مرکز فعالیت‌های فرهنگی تبیان و مؤسسه رفاه اجتماعی زنان افغان در دراز مدت گردید. وزارت خارجه با نشر اعلامیه‌ای به شهروندان کشور توصیه کرده است که از سفرهای غیر ضروری به هند خودداری کنند.
در همین حال سفارت افغانستان در هند گفته است که 30 شهروند کشور در جریان 2 هفته گذشته بر اثر ابتلا به کرونا در هند جان باختند. در اعلامیه وزارت خارجه که روز دوشنبه 6 ثور نشر شد آمده است که با توجه به موج تازه و خطرناک شیوع کرونا در هند که به سرعت در حال گسترش است، مقامات هندی دوره جدیدی از قرنطینه و مقررات رفت و آمد را در شهرهای مختلف وضع کردند. وزارت خارجه از شهروندان افغانستان مقیم هند نیز خواسته است که در صورت مواجه شدن با مشکلات با سفارت کشور در دهلی نو و یا کنسولگری های افغانستان در بمبئی و حیدرآباد به تماس شوند. عبدالقادر خاموش گفته که قرار است آزمون سراسری کانکور فردا در 25 ولایت برگزار شود. به گفته سرپرست اداره ملی امتحانات کانکور، این بار این آزمون به جای 4 مرحله در 3 دور برگزار خواهد شد که مرحله اول آن فردا در 25 ولایت آغاز می شود. در این ولایت ها حدود 90 هزار دانش آموز در این امتحان شرکت خواهند کرد که حدود 24 هزار آن دخترانند. این آزمون شامل امتحان های عمومی، متفرقه، اختصاصی، مدارس دینی و شبانه خواهند بود. شماره کل داوطلبان کانکور امسال 200 هزار نفر اعلام شده که 143 هزار نفر جذب مراکز آموزش عالی و نیمه عالی خواهند شد. وزارت امور داخله میگوید که در یک حادثه ترافیکی در ولسوالی پغمان کابل 7 تن کشته و 70 تن دیگر زخمی شدند. طارق آریان سخنگوی این وزارت گفته که این حادثه دوشنبه شب در ساحه ارغندی از مربوطات ولسوالی پغمان کابل رخ داده است. به گفته او این حادثه در اثر تصادم 2 موتر مسافربری نوع 404 رخ داده است. ضیاءالحق عمرخیل والی ننگرهار گفته که نیمه های شب گذشته مردان مسلح ناشناس بر خانه تفسیر خان فرمانده پیشین طالبان در ولسوالی لعلپور این ولایت گلوله باری کردند که در نتیجه آن 5 تن به شمول این فرمانده و برادرش کشته شدند. والی ننگرهار همچنان گفته که در این حمله که عاملان آن هنوز مشخص نشده است، تفسیر خان عضو پیشین طالبان و 4 عضو دیگر خانوادهش از جمله برادرش کشته و 3 نفر دیگر زخمی شدند. به مناسبت تجلیل از روز جهانی قدس، مسابقه بزرگ کتابخوانی از سوی مرکز فعالیت‌های فرهنگی اجتماعی تبیان و بنیاد شهید احمد شاه مسعود با همکاری شورای اخوت اسلامی هرات برگزار می شود. دفتر نمایندگی مرکز فعالیت‌های فرهنگی اجتماعی تبیان و بنیاد شهید احمد شاه مسعود با همکاری شورای اخوت اسلامی ولایت هرات به مناسبت تجلیل از هفته قدس شریف برگزار می‌کنند. مسابقه بزرگ کتابخوانی مظلوم مدافع مظلوم با 200 جایزه نفیس. زمان دریافت کتاب از 5 ثور الی 14 ثور. مراکز دریافت کتاب: برای معلومات بیشتر با این شماره در تماس شوید. مسابقه بزرگ کتابخوانی مظلوم مدافع مظلوم. سپاس از همراهیتان. تا دیداری دیگر، خدا نگهدار.